5300 تا شرکت دانش بنیان داریم. 6000 تا استارتاپ داریم. ما استارتاپامون 4 تا یا 5 تا استارتاپی بودن که صرفاً جنبه رویدادی داشتن، یعنی رویداد برگزار می‌کردن. خودشون استارتاپ نبودن. ما نه منتور داشتیم، نه اعضایی داشتیم، نه وی سی داشتیم، نه سایر اون ارکانی که تو این موشن گرافی تحت عنوان عناصر و بازیگران زیسکون ما به شما معرفی کردیم وجود نداشتن. آروم آروم دکتر و معاونت و مجموعه دولتی که به این موضوع اعتقاد داشتن شروع کردن این زیسکون رو شکل دادن و بازیگرانش رو مطرح کردن، به وجود آوردن، حمایت کردن، رشد دادن. همین استدیویی که الان توش هستیم تحت عنوان رایمون یک سوله‌ای بود که با حمایت معاونت علمی و ستاد اجرایی حضرت امام در قالب یک مرکز و شتابدهی شکل گرفت. ما در کنار پارک علم و فناوری که مرجع دولتی بوده، ساختار و بیس دولتی بوده و اتفاقا برای کشورم لازم و ضروری بوده، کارخانه های نوآوری رو به وجود آوردیم. کارخانه نوآوری برگرفته از کارهای نوآورانه‌ای بود که توی امریکا و اروپا شکل گرفته بود. بهترینش هم یا بزرگترینش هم همون استیشن اف. کارخانه نوآوری در واقع مرکز، یک منطقه، یک کارگاه متروک که درون شهریه که هیچ کاری نمیشه باش کرد. معاونت یا اون در واقع دوستانی که به ما کمک کردن اومدیم و این رو از حالت متروکه به حالت روزآمد در آوردیم. ما دیگه آب و برق و تلفن و سوله و ساخت رو نداشتیم چون اینا قبلا ساخته شده بود. یه تغییر در واقع طراحی و دیزاینش رو انجام دادیم به شرطی که افرادی که اون تو هستن بچه‌های فارغ التحصیل دانشگاهی رو بگیرن و آموزش‌های لازم رو منتوری به اونها بدن. اگر ما توی بیوتکنولوژی الان اول منطقه و چهارم یا پنجم دنیا هستیم، دلیلش اینه که آروم آروم هم دانشمندای ما، هم دولت ما، هم بخش خصوصی ما این موضوع رو باور کرده بود و اومده بود توی این کار. و همزمانی که ما واردات کیت داشتیم انجام میدادیم، صادرات کیت هم داریم انجام میدیم. من خواهشم از دوستان تهیه کننده و رسانه خودم اینه که اشراف بیشتری نسبت به موضوعات دانش بنیانی، استارتاپی و علم و فناوری در کشور داشته باشن. این هم یک موضوع نو و جدیده و کمک میکنه به برنامه سازی های بهتر و نوآورانه شما، هم کمک میکنه به قوام یافتن و دوام یافتن این موضوع در کشور. همسی رو فردی به اسم آقای منشیپور مهینی و تیم اونها میتونستن ایجاد کنن، نه من کارمندی که عادت کردم به کارت زدن صبح ساعت 8 و ساعت 4 کارت هم بزنن برن. حتما این فردی که ایده مال خودشه مثل بچهشه میتونه اینو پرورش بده با یه تیم قوی و مبرز و روزآمد. یادمون باشه نوآوری بالاخره راه خودش رو باز میکنه و لاجرم این کار صورت میگیره. دیر و زود داره اما اصطلاحاً سوخت و سوس نداره. وقتی فروشگاه های اینترنتی راه افتادن ما میدونستیم در دنیا اینا راه افتادن، انحصاری شدن. استارتاپی مثل تروب رو کمک میکردیم رشد کنه برای اینکه پخش کنه این موضوع. خب اینا چیزایی بود که در حد تعداد انگوش شمار تو دل معاونت علمی و یه تعداد نشستای رویدادگونه‌ای که ما میذاشتیم به افراد منتقل میشد. ولی زبان رسانه، زبان پرنفوذ رسانه میتونه تو این حوزه بیاد کمک کنه به رشد و توسعه این کار در کشور، کمک کنه به شفاف سازی این کشور، مطالبه گری که از این استارتاپ ها دارن رشد میکنن و نیاز بالا سر اونها در واقع این نگاه نظارتی باشه. احساس کردم اگه دوستان بیان و میدونم که افرادی که الان تو حوزه رسانه و تهیه کنندگی تلویزیون دارن کار میکنن خیلی از ماجرا در واقع دور نیستن، ای بسا سوالاتی داشته باشن، همونها مطالبه‌ای هم داشته باشن، گفتیم ما در خدمتشون هستیم، میتونیم این نشست رو به صورت مشترک رو در رو با هم داشته باشیم به تقویت این کار مشترک کمک کنیم.